جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا که دوره ریاستش دو ماه دیگر به پایان میرسد و جروم پاول عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی که از سوی پرزیدنت ترامپ برای ریاست این بانک تعیین شده است هر دو روز چهارشنبه در جلسه کمیته مشترک اقتصادی کنگره شرکت کردند و به سوالات اعضای این کمیته پاسخ دادند. کنگره نقش خانم یلن در مقام ریاست بانک مرکزی در دوره‌ای که دوره متلاطم اقتصادی توصیف شده است تشریح کرد. کاملا مرحظ است که نظام مالی و اقتصاد به ثبات رسیده است. ما دیگر درباره چگونگی به ثبات رساندن اقتصاد بحث نمی کنیم، بلکه چگونه اقتصاد بهتر کار کند. خانم یلن در شرایطی برای آخرین بار در این کمیته حاضر شد که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در 17 سال گذشته رسیده است و اقتصاد آمریکا با بالاترین سرعت رشد کرده است. اقتصاد به طرز فزاینده‌ای در تمامی بخش‌ها و همچنین در سطح جهانی رشد داشته. جرومی پاول که جانشین یلن می شود دو روز قبل در جلسه تایید صلاحیتش گفت سیاست‌های فعلی یلن را ادامه خواهد داد. اگر تایید شوند به همراه همکارانم برای ادامه رشد اقتصادی تلاش خواهم کرد. پاول وکیل با اعتبار در وال استریت اولین رئیس بانک مرکزی در 4 دهه گذشته خواهد بود که اقتصاددان نیست، اما کن متنی مشاور اقتصاد کلان میگوید پاول پس از 5 سال عضویت در هیئت رئیسه بانک مرکزی نشان داده است که به دنبال حصول اجماع عمومی است. بانک مرکزی با اجماع و مصالحه کار می‌کند، خصوصیتی که سیاستگزاران برای پاول قائلند. او به خوبی با همه کار می‌کند و مورد احترام است. سال آینده 4 عضو دیگر هیئت رئیسه باید با پیشنهاد رئیس جمهوری تعیین شوند. چالش پیش رو برای پاول این است که بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی مسئول نگاه دارد. دست پاول باز است که برای پیشرفت اقتصادی تصمیم گیری کند، نه فقط لحظه ای بلکه دراز مدت. برخورداری از اعتبار برای این گونه تصمیم گیری ها که نتایج مطلوب داشته باشد بسیار تعیین کننده است. فدرال ریزرو تا 2 هفته آینده باید بر سر افزایش نرخ بهره کوتاه مدت تصمیم گیری کند، تصمیمی که به گفته تحلیلگران تأثیر دراز مدت بر اقتصاد آمریکا و جهان خواهد داشت.